درود من بر یکایی که همه هم میانانم. آنچه در این برنامه خواهید دید: دست روش نمیذاره و بگه آقای داریوش شما وظیفته. تا با کمک یاران وفادار قدیمی خلیفه خودخوانده مسلمین جهان دست خلیفه بعدی را بالا ببرد. عجب خانواده ای، عجب خونی. پیروزی هم بستگی براشون میکنم، امید روزی که تو هم از نظر دید ما ملت به امان وطن پرستی دور خواهی شد. مردم ایران افتخار میکنن به تاریخ و تمدنی که در حیطه‌های مختلف به پیشرفت بشر کمک کرده. شاد و خرم باشین و بدونین که ما هم در فکر شماییم، اگر در خارج از مملکتیم و واقعا نگران شما هستیم. چقدر این روزا دلت شلوغه، چقدر سخته که ببینی دروغه، اونی که یه روز بهت میگفت عشقم، واسه من دیگه معنی نداره. عشقی که تا عشق قصه بیاره، بهتره دیگه بیفته از چشمم. خستم من دیگه، از همه خستم، من در قلبم و بستم، از این به بعد تنهام. میرم یه جای دیگه که شاید بتونم اونجا راحت کم کنم از دردام. ما داریم میبینیم هر روز جنگ داره افزایش پیدا میکنه و روز به روز ملت‌های بیگناه میمیرن. فقط اینو باید دنیا بدونه، تمام این ملتی که در جهان سوم دارن کشته میدن فقط با اسپانیش خامنه‌ایه و این دولت جمهوری اسلامیه که چنین حرکتی برای بقای خودشون که بتونن دووم بیارن و چپاولگری کنن، دزدیاشون رو بکنن، ببینیم به کجاست. شما نگاه کنی هیئتی که میخواسته بره سازمان ملل که وزیر امور خارجه ما داره میگه به دکتر رئیسی، ببین کسی که 6 کلاس سواد نداره بهش میگن دکتر. آخه تو چقدر کلا برداری؟ تو چقدر بی‌ناموسی؟ کجای دیوز دکتره؟ این سواد نوشتن خوندنشو نداره. اینو خامنه‌ای گذاشته برای کشتار ملت ایران و نابودی ملت ایران. مردم بدونین بی‌رحم‌ترین شخصیه که خامنه‌ای گذاشته و میدونسته داستانا به کجا میره و اینا تونسته که بتونه با همین همچه حرکتایی بگن دکتر رئیسی. وای اصلا شرم‌آوره. این دیوز اصلا برای عمومش این ورور کنه و واقعا شرم‌آوره. وزیر امور خارجه دیوزتر از خودش، کلاهبردارتر از خودش. دیده این متوجه نمیشن بهش ویزا ندادن در شورای سازمان ملل بره. میگه یه روز دیرتر دادن که ما نتونستیم بریم. آقا شما لایق نیستین که تو سازمان ملل بتونین صحبت کنین، وجود این کار رو ندارین. همون ملتی که در نیویورک هستن، دوروبر نیویورک هستن، اون سازمان رو داغون خواهن کرد که اگه شما رو را بدن. ما قرار بود که این هفته سفر رسمی جناب آقای دکتر رئیسی رو با آنکارا داشته باشیم، همه چیز هم هماهنگ بود، اما به دلیل اینکه امروز نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص وضعیت غزه و ادامه آتش بس رو داشتیم، وزرای خارجه عضو و بعضی کشورها که به طور خاص از جمله ایران دعوت شده بودند، در تماس تلفنی آقای دکتر رئیسی یک شنبه شب با آقای اردوغان، دو رئیس جمهور توافق کردند. چون هم آقای هاکان باید نیویورک باشه و هم من قرار بود امروز در نیویورک باشم، که این سفر رو چند روز دیگه برگزار کنیم، ما اولویت اول رو بدیم به مسئله نشست شورای امنیت.
آمریکایی‌ها هم به من تقریباً به وقت ایران ساعت 1 بامداد امروز به من و همه همراهانم ویزا دادن که عملاً امکان حضورم در نشستی که ساعت 9:30 صبح امروز تا 12 در نیویورک هست در واقع فراهم نشد. چیکار میکنن اینا بابا؟ مهندس! بله! پیرهن تموم شده، جاش میلگرد بزنم؟ میلگرد بزن. مهندس اگه میخوایی زود آمده شه باید بادبنده رو هم بزنم. بادبنده رو بیخیال شد دیگه نمیرسیم. نمیخوا بلش. بله. گروش یه ذره کج نیست بور؟ نه. خوبه من بچه واقعا لذت میبرم میبینم اینقدر دقیق داره مقاوم سازی میشه. بارو اونو بریز اون ور. بارو بالا عزیزم. اها تیرچه مولوک رو پایین نیار. چیا رو؟ تیرچه مولوک؟ چی گفت؟ نه الان چی گفت؟ چی گفت؟ یه بار دیگه بگو. تیرچه مولوک. اونا تیرچه مولوکه؟ نگو یه چیزی که نمیدونی نگو راجبش. من میگم جای تو. چی رو نگاه میکنی؟ شما های ادامه بدی. کار تو بکنی عزیزم. ملت ما باهوشه، ملت ما قدرتش زیاده، به قدری قدرت داره که دنیا داره میلرزه. اینو بهتون بگم، دنیا داره میلرزه و به خاطر بزرگ مردی که عشقش وطنشه، عشقش ملتشه، شاهزاده ما وجودشون لرزیده، چون میدونن چقدر فهم و شعورش در چه سطحیه، نمیتونن کلاهبرداری کنن، نمیتونن خلاف کنن. و این شخص کسیه که میتونه سالها اون منطقه رو به صلح به وجود بیاره و عشق به مردم بده و زندگی بده و هر مملکتی هر شرطی هستن زندگی خودشون رو بکنن. این خیلی مهمه که جهان بین رژیم و مردم ایران تمایز قائل بشه. مهمترین شعاری که این سالهای اخیر مردم در خیابانها تکرار کردن این بوده: نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. وقتی از غزه و لبنان صحبت میکنن یعنی حماس و حزب الله. این یعنی ما به این سازمانها اعتقادی نداریم. مردم ایران دشمنی با اسرائیل یا کشورهای عرب همسایه یا فراتر از اون ندارن. مردم ایران افتخار میکنن به تاریخ و تمدنی که در حیطه‌های مختلف به پیشرفت بشر کمک کرده و ما برای قرن‌ها ملتی با تنوع قومی و مذهبی بودیم. یهودیان، بهائیان، مسیحیان، مسلمانان و دیگران در صلح در کنار هم زندگی می‌کردند. بنابراین با حمایت از مردم ایران، غرب روی یک آینده دموکراتیک سرمایه‌گذاری می‌کنه علیه این رژیم. و البته که پایان این رژیم هم به نفع مردم ایرانه و هم به نفع جهان خارج. به همین ترتیب این رژیم مانعی نه فقط برای مردم ایران، بلکه در منطقه و شاید فراتر از اون و پیامدهایی که داره. و زمان اون فرا رسیده که بالاخره این رژیم رو از سر راه برداریم. این شخص اونه، هیچ کس هم نمیتونه جا پای اون بذاره، مخصوصا این زن بانوی داره به نام پرنس یاسمین و خانوادهش پشتیبان پدرش هم. اینطور که مشخصه خانوادهش میگه من تو شارک باب پای پدر اون هستیم. بانو یاسمی گیر باب پای شوهرم هستم. آدم مامای تن سیخ میشه. عجب خانواده ای، عجب خونی، عجب قلبی، عجب وجودی و عجب اصالتی. آخدا کجایی که ببینی یه همچین مردی با تمام وجودش پای ملتش و میهنش واسده. خونه کوروش در رقایم شاه شاهان. دنیا شگفت انگیز شده، یعنی همه دارن روی رضا شاه پهلوی دوم، ما پادشاه آینده ایران بحث و گفتگو میکنن و ستونهایی رو دارن به وجود میارن که قدرت این مرد در دنیا خیلی قدرت داشته باشه، چون دنیا خسته شده از تروریسم بازی، خسته شده از این آدم کشی ها، اعدام ها و تیربارون ها و دم و تشکیلات. ملت بپاقیز که اگر نجنبی
این جمهوری اسلامی میخواد به جمهونه ولی نمیدونه که چایدن. جمهوری اسلامی به طور کلی چایده. عجیب به دعیوسی افتادن. از این بر اسرائیل داره داغون میکنه تا به اینا برسه. رو با وحشتشون شبا خواب ندارن. خیلی جالبه این روزگار. یادم یا با داروش که تو اوی ملاقات کردم تو محمود چطور تو تونستی بیایی ملاقات من پدر نیمد. ولی نمیدونم چرا داریوش صحبتی نمی کنه و این پرویز ثابتی رو دست روش نمیذاره و بگه آقای داریوش شما وظیفته که بگی چه کسانی در زندگی تو اثر داشتن و تو رو میخواستن نابود کنن و چه کسانی تو رو نجات دادن. اگر سکوت کنی و داستان بافی کنی خودت یه خیانتکاری. الان به خاطر که الان انگلیس داره هرچه خیانتکاری رو روم میکنه اگر وجود داری باید صحبت کنی، وگرنه تو هم از نظر دید ما ملت به امان وطن پرستی دور خواهی شد. بگو چه مشکلاتی داشتی. اینجاست ملت بیشتر بفهمه. آرزوی سلامتی برای هموطنانم میکنم. آرزوی پیروزی هم بستگی براشون میکنم. امید روزی که سرزمینی داشته باشیم بدون دغدغه، سرزمینی داشته باشیم بدون اعتیاد، سرزمینی داشته باشیم که اگر کشوری به نام گل و بلبل اسمش گذاشته شدن شعار نبوده باشه. چشم من بیا منو یاری بکن، گناه خشکی بشو کاری بکن، خیلی گرمه اگه کاری میشه کاری از به امید روزهای خوب برای ایران عزیزم و هم میهنان عزیزم. عشق منو قبول کنین. با تمام وجودم عاشقتونم. زنده باد زن، زندگی آزادی، جاوید باد پادشاه دوم پهلویمون و بانو پرنس یاسمین ما. زنده باد پرچم شیر و خورشیدمون.